بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوندی مهربان. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان، دوستان و خوبان فارسی زبان. عزیزان در هر کجا که هستید و بیننده برنامه خودتون، برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید، انشالله که همواره صحتمند و سلامت جانجور و تیار باشید. بزرگواران، شماره تماس مثبت 964-780-255-43 را فراموش نکنید. شما بزرگواران میتونید که از طریق واتساپ با برنامه خودتون، برنامه روشنا در ارتباط شوید. اگر کدام سوال در مورد موضوعات برنامه دارید، اگر کدام انتقاد یا پیشنهاد دارید، ما بسیار بسیار خوشحال میشیم که انتقادات و پیشنهادات و سوالات زیبای شما عزیزان را ببینیم. یک روزی چهارشنبه است و در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بزرگوار هستیم. یک مقدار برنامه تغییر کرده و از این به بعد چهارشنبه در خدمت دکتر بیانی هستیم. سلام علیکم خانم دکتر بیانی، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه روشنا و همینطور همه بینندگان خوب برنامه. تشکر از شما خانم دکتر بیانی. بحث امروز را قبل از اینکه من شروع کنم و سوال برنامه را از شما پرسان کنم، اجازه بدید که یک شعر بسیار بسیار زیبا که از شاعر شیرین سخن فارسی فردوسی بزرگ از ما رسیده را برای شما بینندگان عزیز تقدیم کنم و بعد سوال برنامه را پرسان میکنم. شاعر میگه که بدانش گرای و بدوش و بلند، چو خواهی که از بد نیابی گزند. ز دانش در بی‌نیازی بجوی، وگر چند سختید آید بروی. ز نادان بنالد دل سنگ و کوه، از ایران ندارد برای کس شکوه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. سوال امروز خانم دکتر، میخوایم که در مورد این مسئله دانش و علم آموزی از شما پرسان کنم، چون در برنامه های گذشته همطور که بینندگان عزیز ما برنامه را دنبال میکردن مفهمن که بس در باب ای بود که ما به عنوان یک شهروند باید چه قدم هایی را برای خدمت به دیگه شهروند انجام بدیم به عنوان یک شهروند عادی، و بعد شما برای بینندگان عزیز در مورد نیازهای شهروندان توضیح دادیم که نیازها به دو دسته، نیازهای مادی و زیستی و نیازهای معنوی تقسیم میشه، و اول اصلا وظیفه ما به عنوان شهروندی است که اگر در توانمون است نیازهای مادی و اولیه و نیازهای زیستی مردم را مرتفع بکنیم و بعد به دنبال نیازهای معنوی باشیم. و اولین قدم برای رفع نیازهای معنوی اگر که در توان ما باشه اعمار مساجد هست که شما فهمیدید بسیار توصیه شده در روایات دینی، از ما هم بسیار توصیه مؤکد در این مسئله شده. و بعد دوم نیاز معنوی که هر انسان خانم دکتر میتونه داشته باشه، امین نیاز به کسب علم و دانش است. چون وقتی که انسان میخواد که ارتباط خود با مراتب والای معنوی داشته باشه، خو یک مسئله همین مسئله است که ارتباط با خداوند داشته باشه، مسئله دیگه است که نسبت به عالم و جهانی که خداوند متعال خلق کرده یک آگاهی کسب بکنه. میگن که سیر افاقی و انفسی یک سیری است که انسان را به خداشناسی میرسانه، و بسیار بسیار هم توصیه شده، روایت بسیار زیاد در این زمینه داره. مدیر شب یک روایت از امام علی علیه السلام میدونم که معرفت و نفس انفعال معارف، یعنی شناختن نفس یکی از نافعترین و پرسودترین معرفت هاست. یعنی بالاخره دانش و شناخت بسیار ارزشمند است و به عنوان یک ارزشی که باعث میشه که ما به کمالات معنوی دست پیدا کنیم برایش تاکید شده. آیا در تاریخ اسلام یا در روایاتی که به دست از ما رسیده دست ما توصیه شده که عالی که شما به عنوان یک شهروند میخواهید که خدمت رسانی انجام بدین، در راه حل این نیاز معنوی انسان ها هم کاری کنید یا نه؟ بله، ما میتونیم بگیم که روایات برخوردهای متفاوت و زوایای مختلفی از این بحث را مد نظر قرار دادن. یک بار است که ما درباره خود علم آموزی صحبت میکنیم که در جلسات قبل هم صحبت کردیم. بله. که طلب علم فریضه است و علی کل مسلم و مسلمت. بله، و ما گفتیم که هیچ قیدی هم نداره، به لحاظ زمانی هم قید نداره، اما طور که به لحاظ جنسیتی بله تفاوتی وجود نداره، به لحاظ زمانی هم
ما قیدی نداریم، همینطور به لحاظ مکان هم قیدی نداریم. یعنی ما در روایات میبینیم که بسیار توصیه شده که اگر شما میخواید علمی آموزش ببینید و یاد بگیرید، حتی به جاهای دوردست سفر کنید. اطلب العلم ولو بالسن. بله بله. و حتی ما داریم که برای کسب علم علما و افرادی که علاقه مند بودن سفر می کردن، می گفتن که ما به رحله رفتیم، یعنی به یک سفر علمی. ما فعلا در قالب همی سفرهایی که پژوهشی است یا که فرصتهای مطالعاتی بوده ما می تانیم که تطبیق بدیم. در گذشته هم چنین وضعیتی برای مردم بوده، البته مردم که میگیم یعنی اما افرادی که می خواستن زندگی از خود خوره صرف علم، علم آموزی که اولا خود اونها یاد بگیرن و بعدن انشاءالله یاد بدن و دیگری صرف کنن. پس یک دسته روایات ایتو بودن و درباره اهمیت علم آموزی برای ما صحبت میکردن. باز وقتی که ما در سنت اسلامی نگاه میکنیم میبینیم که باز یک سنت دیگه ای که در بین ما بوده ای بوده که اگر یک نفر بوده، شاید حتی سواد هم نداشته و یا کم سواد بوده، اما تسهیلگر بوده برای ای که دیگران سواد یاد بگیرن. چطور؟ ای که اگر که ما بسیار داریم که در خانه علما یا نه حتی در خانه علما نه، یک نفری که یک خانه داشته او را در اختیار علما قرار می دادن که اما از اما اتاق، از اما چارچوب، از اما ایمنی که از سرما و گرما وجود داره استفاده شوه برای ای که افراد در اونجا درس بخوانن. وقتی در گذشته خود خواهد تا شاید ما شما هم یاد ما باشه یا هم نسلای ما که مکتب خانه های وجود داشت و همیالی هم در کنار مدارس، دانشگاه ها و مراکز دیگه ای که علم آموزی و ترویج فرهنگ را انشاءالله ادامه میدن، مکتب خانه ها هم وجود داشتن. ولی بیشتر خانم دکتر، چیزی که در ذهن از ماست از زمان طفولیتم این بود که ما به مساجد می رفتیم برای که یک چیز رو یاد بگیریم یا قرآن یاد بگیریم، اما جز دستر از ما یاد می دادن و دیگه کتاب های درسی را اگر یاد می دادن مسجد یاد می گرفتن. بله، و به خاطری است که ببینید آموزش یک آموزش اولیه و ابتدایی قابل تصور است. ای که ما سواد خواندن و نوشتن داشته باشیم و ای که ما بتانیم که قرآن شریف رو بخوانیم و اطلاعات اولیه‌ای که برای انجام وظایف دینی داریم عموما در مسجد اتفاق میفته. امیالی هم همینطور است. بله بله. در گذشته هم همینطور بوده و شاید بتانیم بگیم که شاید که نه، گواهی و تاریخ است که اولین مسجدی که یا اولین مدرسه‌ای که در مسجد ساخته شده همون مسجدی است که حضرت رسول ساختن، مسجد النبی، یعنی مسجدی که همون اولین جایی که مردم برای عبادت جمع شدن و اجتماع مسلمان ها برای یک عبادت جمعی در او قرار گرفت، اولین مدرسه هم بود و اولین چیزهایی هم که آموزش داده می شد متن قرآن شریف بود و احکام بود، سوالاتی بود که مردم از حضرت رسول میپرسیدند، از همدیگر میپرسیدند. چون ببینید دیوقات هم بود که مردم ممکن است که بین خود صحبت میکردند و ما ایره در سنت اسلامی هم داریم، یعنی شنیده بودند از حضرت رسول برای دیگران نقل میکردند و ما میبینیم که حتی افرادی که در سالهای بعد در مسجد مراجعه می کنند و حضرت رسول از دنیا رفتن، از اصحاب او حضرت تعالیم از خود خورم می گیرند. اولین مدارس ما، اولین جایی که برای علم آموزی مردم به او مراجعه می کردن مساجد بودند. که بعد از او یک مسجدی هم که برای ما بسیار مهم است و ما در سابقه تاریخی مذهب شیعه او را بسیار مهم می دانیم، به خاطر اینکه یک انقلاب فرهنگی شاید امونجی آغاز میشه و شیوع پیدا می کنه، مسجد کوفه است که امام صادق علیه السلام امون مسجد را تبدیل به یک دانشگاه می کنن. من بسیار خوش دارم که در این نکات ما توجه کنیم که وقتی که ما به مسجد میریم برای علم آموزی، بله، درست است که اما علمی که ابتدا باید یاد بگیریم و وظیفه شرعی ما هم هست است که علم دین رو یاد بگیریم. بله. اما دانشگاه امام صادق علیه السلام
منحصر در علم دین نیست. شما میبینید که اما تعداد دانشجویان امام صادق علیه السلام بسیار متفاوت ذکر شده، چند هزار ظاهرن امونجی افرادی بودند که برای علم آموزی ما رفتن. و باز تاریخ که نگاه میکنه میبینیم که علوم مثل کیمیا، مثل فیزیک، مثل ریاضی، مثل نجوم، علومی بوده که در کنار علم دین یا علوم انسانی تعلیم داده می شده. پس خانم دکتر، این تصور که گمان شده که علوم را ما دستبندی کنیم، علوم دین را حتما باید یاد بگیرم، علومی که به نام علوم غیر دینی برش نامگذاری میکنیم اینها را نیازی نیست یاد بگیریم، در سنت دینی بزرگان دین ما و ائمه ما وجود نداشته. بله. و همه علوم را سعی میکردن که آموزش بدن و حتی مکانی مثل مسجد را انتخاب کرده بودن برای که این علوم را انتقال بدن. بله، یک بحث انتخاب است، اما ما فکر میکنم شاید بحث محدودیت های اجتماعی هم باشه. یعنی ببینید وقتی که ما مسجد را داریم، یک فضای عمومی که اما میتونن مراجعه کنن، خب از همین فضا بهترین استفاده را میتونیم که داشته باشیم. اما همزمان میبینیم که منحصر در مسجد هم نیست. یعنی علم آموزی در خانه ها هم اتفاق میفته. ما در باز در سنت اسلامی و علمای اسلامی که نگاه میکنیم، اگه نمونه هست شیخ مفید که در خانه از خود خو تعلیم علوم دینی و همو چیزی که به عنوان علم رایج همو موقع بوده را داشتن. و باز گذشته که اگر مراجعه کنیم میبینیم که مردم به در خانه حضرت بیبی فاطمه زهرا مراجعه میکردند برای که سوالات خود را بپرسند. و همین نقل رو هم درباره بیبی زینب داریم و باز همین نقل رو حتی درباره همسران پیامبر داریم. و ما میبینیم که جزء اولین باسوادانی که در صدر اسلام وجود داره حفصه همسر پیامبر هست. یعنی میخواییم بگیم که همین ترویج علم آموزی شروع از مسجد بوده، اما هر جایی که امکان انتقال مفاهیم، انتقال معانی وجود داشته از او دریغ نشده. جلوتر که میگیم وقتی که دانش و دانش که در جامعه اسلامی است تبدیل میشه به دانش های تخصصی تر، یعنی نجوم تخصصی تر میشه، کیمیا تخصصی تر میشه، پزشکی و علم طب تخصصی تر میشه، جلوتر که میبینیم که مدارس هم برای ما مهم میشن. یعنی مسجد سر جای از خود خو، علومی که در مسجد آموزش داده میشه سر جای از خود خو اهمیت داره، اما مدارس، دارالعلوم ها، دارالکتب ها در کنار مساجد کتابخانه هم وجود داشته. و ما اولین پژوهشگرانی را که شاید الان بسیاری از افرادی که بیننده از ما باشن پژوهشگر باشن، ما اولین پژوهشگرانی که میتونیم به عنوان ریسرچر نام ببریم افرادی هستن که در کنار مساجد در دارالکتبی که در جامعه اسلامی او ایجاد شده اینا فعالیت میکردن و منحصر هم در علم دین نبوده. به خاطری که ببینید اسلام یک دینی است و نه اسلام اما ادیان توحیدی. بله. دین هایی هستند که توجه دارند به طبیعت. بله. یک بار از نگاه ما نگاه استخدامی است، یعنی ما طبیعت را یاد بگیریم تا به انسان ها خدمت کنیم. خوبی میتونه که یک هدف بسیار خوب باشه. یک بار هم است که ما طبیعت را میخوانیم برای که از همین نظم موجود و خداشناسی برسیم، بفهمیم که و بتانیم که تبیین کنیم همین قضیه را که اگر نظمی وجود داره و بر اساس این نظم ما زندگی میکنیم میتونه دلالت کنه بر یک ناظم، بر یک خالق ناظم. پس ببینید که اگر که ما توجه میکنیم به علوم طبیعی به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک انسان، میتونه که همین توجه خود همین توجه ارزشمند باشه و در سنت دینی ما هم بسیار رایج بوده. بله هم دکتر، بحث برنامه در مورد اخلاق شهروندی است و اینکه ما به عنوان یک شهروند چی میکنم با توجه به تمام این مسائل که شما فرمودید، با توجه به اینکه فرمودید که مکانهای مختلف و متعدد در سنت اسلامی برای علم آموزی وجود داره و علم آموزی بسیار بسیار مهم است برای افراد، ما به عنوان یک شهروند وظیفیم چی میتونه باشه؟
بله، ما سوال شما رو می خواهیم با توجه به شرایط یعنی امروزی که در کشور ما میگذره پاسخ بگویم و پیشنهاد داشته باشم برای افرادی که میخواین نقشی داشته باشند در رشد و گسترش فرهنگ اسلامی، که این فرهنگ گفتیم باورهای ما، عقاید ما، سبک زندگی ما، داشته های ماست. امی کار میخواین که انجام بدن. در برخی از مناطق محدودیت های فعلی وجود داره. بله بله. که این محدودیت ها را ما وارد علت های او نمیشیم، اما میدانیم که افرادی هستند که فعلا نمیتونن که اما هزینه مدارس را پرداخت کنن و مکاتب خانم دکتر به ویژه مکاتب دخترانه الان متاسفانه در کشور از ما میفهمیم که بسیاری از مکاتب دخترانه بسته هستند، تعطیل هستند، یا اینکه در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق روستایی و مناطق مرکزی افغانستان که با شرایط بسیار سختتر است و دیگه معلم ها شاید چون دیگه حقوق دریافت نمی کنند، معاش نمی گیرند، شاید بسیار علاقمند نباشند که مکاتب برگردند، سختی های راه را به خود متحمل شوند و به یک قریه برند که در دل کوه هست و اونجا امر تعلیم و تربیه اولاد را بر عهده بگیرند. این شرایط بسیار سخت شده بی ویژه برای دختر خانم ها. بله، خب ما می خواهیم که در این شرایط نقش خود خود را ایفا کنیم. بله، نقش بله. افرادی که می خواهند کمک کنند. درست است. بله. فرهنگ اسلامی توسعه پیدا کنه، ترویج پیدا کنه و منتقل شود به نسل‌های بعدی. چیزی که به نظر از من میآید این است که اگر که ما افرادی هستیم که دارای سواد هستیم، یعنی یک نفر است که ممکن است که دانشجو باشه، یک نفر است که صنف 12 باشه، صنف 11 باشه، یعنی افرادی که توانایی اولیه برای انتقال پیام و انتقال مفاهیم و درس گفتن را دارند، خود ما وارد کار شویم. ما باز یک نکته که بسیار جالب است باید او را بگوییم این است که پیامبر ما در قبال آموزش مزدی دریافت نمی کرد. اهل بیت هم همینطور بودند، علمای ما هم همینطور بودند، یعنی تلاش می کردند که یک شغل دیگر داشته باشند و آموزش و علم آموزی و تعلیم دیگران را به عنوان یک موهبتی حتی برای خود خو او را فرض می کردند و تصور می کردند. خب ما هم بیاییم یک وقتی از همین 24 سالی که در اختیار داریم زیاد هم نمیخواه باشه، چون دین ما یک دین معتدل است، افراد در هر کاری ضرر داره و زیان داره. یک تایم محدودی را در روز اختصاص بده برای که اگر که اطفالی هستند در همسایگی از ما، در بین فامیل از ما و در همین قریه از ما هستند، در اونها تعلیم بده. اگر که ما و شما دو نفر دیگه هم پیدا شود، چهار نفر باشیم که هر کدام ما در قریه ما روز یک ساعت اختصاص بده به علم آموزی و ما از کار دیگه از خود هم باز نمیمانیم. ما کیمیا بلد استم، شما شاید که یک درس دیگه بلد باشید، او دو نفر دیگه هم درس دیگه بلد باشن، هم 4 ساعت میتونیم که آموزش بدیم بدون اینکه خللی به وظایف دیگه از ما وارد بیایه. باز یک بار دیگه هست که ما میگویم که خب ما هم وقت چرا ندارم، یا شاید که سواد نداشته باشم، یا نه مهارت علم آموزی رو نداشته باشم، چون ممکن است که من دانش از خود من بسیار بالا باشه اما نتونم که انتقال ارتباط بگیرم. بله، و انتقال بتونم. خب من میتونم که با دیگران صحبت کنم. ما گفتیم که برای ای که ما اخلاق اجتماعی داشته باشیم باید یک شبکه حمایتگر بسازیم. او شبکه و در او شبکه لازم نیست که ما به عنوان یک فرد همه مهارت ها را داشته باشم، اما لازم است که من ارتباط داشته باشم با افرادی که او مهارت ها را دارند. خانم دکتر، در تایید همین سخن شما ما یک خبر بسیار جالب در یکی از شبکه‌های اجتماعی خواندم که احتمالاً بینندگان عزیز از ما هم شنیدن، که یک خانم که خانم بسواد هم هست و سن و سالش بسیار زیاد است، در یکی از ولایت‌های افغانستان، فکر می‌کنم ولایت ننگرهار بود یا یکی دیگه از ولایت‌ها، یک مکتب دخترانه را اعمار کرد، یعنی هزینه اعمار یک مکتب دخترانه را پرداخت کرد. خودش نمی‌تونست که از این لحاظ خدمتی انجام بده چون یک خانم بسواد بود، اما زمینه ای را فراهم کرد برای که دیگه افراد بتونن که خدمت را انجام بدن. ما در این افراد میگوییم که افراد حامیان تسهیلگرند، یعنی خود اونها شاید کار انجام ندن، آموزش را انجام ندن، اما آموزش را برای دیگران تسهیل میکنن
و امی امروز ما پیش از اینکه نیاز داشته باشیم به افرادی که علم خیلی زیاد دارن، نیاز داریم به افرادی که کمک کنند و تسهیلگر باشند برای آموزش، خصوصا در مناطقی که دسترسی به آموزش کمتر است. بله. پس ببینید، ما در سنت مسلمانان مساجد را به عنوان مراکز آموزشی داریم. مدارس بسیار زیادی در بغداد بوده، در اصفهان بوده، در مراکز مهم اسلامی ما مدارس وجود داشتند و دارالعلوم بودن، بیت الحکمه بوده، نظامیه ها در باز آینده تر بوده. باز وقتی که وارد شاید بتانم بگم دوره شکوفایی علوم در جامعه اسلامی میشه، رصدخانه های بسیار زیاد داشته. یعنی ببینید که یک زمانی بوده که در جامعه اسلامی رشد علوم تجربی را و علوم طبیعی را داشتیم. بیمارستان های ما به عنوان مراکز علمی فعالیت می کردند و خب چقدر خوب است که در هر جایی که ما امکان علم آموزی برای ما فراهم است، از همون کمترین امکان، اگر خانه ما است، ما یک فرد هستم، یک خانه دارم، خانه از خود خودم میتونم که چند ساعت اختصاص بدم که دو نفر، سه نفر، چهار نفر اطفالی که نیازمند هستن به هر علتی، یا یتیم هستن، یا ای که به هر حال هزینه ممو مدرسه رو ندارن بله، که بله. در مدرسه حضور داشته باشن، میتونم اختصاص بدم. یا نه، ممکن است که من یک انسانی باشم که بتونم که حتی یک مدرسه را اعمال بسازم، یا نه من میتونم که شرایط از من وقتی من میگم، یعنی من و شبکه حمایتی من تنها نیستم. برای که اخلاق اجتماعی را توسعه بدم ناچارم، ما یک مسئله است، یک ضرورت اخلاقی است. این ناچاری که میگم یعنی یک باید اخلاقی، ما باید اما شبکه حمایتی از خود خوره حتما داریم، همه افراد، همه انسان ها به نظر از ما دارند، اما باید او را واضح بسازیم. گاهی اوقات است که یک امر بدیهی است اما ما توجه نداریم در او بدیهی. پس به شبکه های حمایتی از ما که بدیهی هم هستند توجه کنیم، ببینیم که چه ظرفیت هایی در پیرامون ما وجود داره، از اینها استفاده کنیم. من فکر میکنم که اگر ما همینقدر که توجه داشته باشیم به اینکه چه نیاز از ما است و در اطراف ما افرادی که ما اونها را به عنوان دوست میشناسم، به عنوان همکار میشناسم، البته ببینید که در کنار همین چیزی که من میگم که باید شبکه داشته باشیم، باید حواس ما هم باشه، توجه ما به این هم باشه که خدای نکرده مزاحمت برای دیگران ایجاد نکنیم. اگر که من میخوایم که نقشی داشته باشم در رشد و توسعه فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی، میتونم اما ایده را مطرح بسازم. قبلا هم گفتیم وقتی که ما میخوایم یک کار انجام بده، نباید که از دیگران توقع ایره داشته باشیم که تمام کار از خود خوره کنار بگذارن و با ما همراه شون. یک مسیر را ما میدانیم مسیر درست است، اما مسیر را شروع کنیم به حرکت کردن. باور من این هست و تجربه، این تجربه‌ای که خودم تجربه کردم و از دیگران دیدم، این است که اگر ما مسیر ما برویم، دیگران هم همراه میشن. درست. چون هدف ما این است که یک هدف دینی است، یک هدف انسانی است، یک هدف اخلاقی است. بله خانم دکتر، پس ما میتونیم نتیجه بگیریم، حالی که شرایط بسیار در کشور از ما دشوار شده است و ما میبینیم که مردم بسیار دلنگران هستن از جهت ادامه تحصیل خانواده خودشون، از جهت ادامه تحصیل خودشون، در فضای مجازی هم میبینیم که برخی از افراد پست میکنه که امروز مثلا 20 روز شد که من نتونستم در مکتب برم، امروز 35 روز شد که من نتونستم در مکتب برم. خب این فرد که اینمی مطلب رو در شبکه مجازی نشر کرده، پس دسترسی به فضای مجازی داره. بله. من به عنوان یک شهروند میتونم، اگر مو خواهم که خدمت رسانی برای شهروندان داشته باشم، میتونم از همه فضا استفاده بکنم. همونطور که شما فرمودید، نیاز نیست که حتما یک ویژگی خاصی داشته باشه. اگر انسان بتونه که نظامیه و دانشگاه امار بکنه، او را کار میکنه. اگر مکاتب امار کنه، او کار میکنه. اگر نه، فضای مسجد، فضای خانه، فضای مجازی و هر فضایی که بتونیم کار انجام بدیم، ما میتونیم که خدمت خود انجام بدیم. خب دکتر، اگر در حد 2 دقیقه یک جنبندی بفرمایید، بسیار تشکر میکنم. بله،
من باز شما را و بینندگان محترم را ارجاع میدم به جلسات پیشتر و میگویم که اگر ما توجهی داریم به مساجد، به مدارس، به بیمارستان ها، به مراکزی که مراکز علمی و آموزشی هستند و به عنوان یک وظیفه شهروندی و دینی توجه و ساختن و اعمار اینها را ما مطرح میکنیم، به خاطر ای است که ما باور داریم که افراد میتونن مؤثر باشند. هر کدام ما به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان، به عنوان یک عالم میتونیم که بر دیگران و بر زندگی در پیرامون ما میگذاره میتونیم که تأثیر بگذاریم و این تأثیر را ما میتونیم که حتی در عمر خود خوب ببینیم. روایت داریم از امام علی علیه السلام که اگر شما علم را بیاموزید یا علم را بیاموزانید و دیگران، نتیجه او را در عمر از خود خوب میبینید. یعنی به همه عمر طبیعی ما 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، ما میتونیم که نتیجه زحمات و خیرخواهی چون وقتی زحمت میکنیم یک مقدار سخت است پذیرش او برای ما، اما میتونیم که نتیجه خیرخواهی و دیگرخواهی خود خود را در همه عمر خود خود شاهد باشیم و ببینیم. این جهان کوه است و فعل ما ندا. بالاخره این نتیجه رو ما یک روز میبینیم، در خود از ما برمیگرده. بسیار بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر بزرگوار، بسیار استفاده کردم و همچنان از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. عزیزان از طریق یوتیوب، آپارات، اینستاگرام، تلگرام و دیگه فضای مجازی میتونید که برنامه خودتان را دنبال بکنید و نظرات و پیشنهاد خودتان را برای از ما کامنت کنید و لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم. عزیزان و بزرگواران، ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. ما هم برای شما صحت و سلامت و انشاءالله زندگی در پناه هدایت اهل البیت علیهم السلام طلب میکنیم. با امرای کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بزرگوار از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله صلاة الله.